یک مؤسسه حقوق بشری در انگلیس از اعدام قریب الوقوع فعال شیعه در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد. رئیس مؤسسه بین المللی دفاع از حقوق بشر ریپریو روز دوشنبه در نامه‌ای به نخست وزیر انگلیس از وی خواست از اجرای حکم اعدام قریب الوقوع شیعه در عربستان سعودی که به شرکت در اعتراضات متهم هستند جلوگیری کند. مایا فوا رئیس این مرکز که مقر آن در انگلیس است خطاب به ترزا می نخست وزیر انگلیس عنوان کرد مقامات سعودی هر لحظه ممکن است چهارده نفر از مخالفان حکومتی از جمله دو نوجوان و یک معلول را اعدام کنند وی تفسیر کرد در چهاردهم ماه جاری این چهارده نفر برای اعدام از زندان اداره مباحث عربستان سودی در شهرستان دمام به ریاض انتقال داده شدند. دو نفر از زندانیان با نامه های مشتبه سویکت و سلمان قرهش 17 ساله هستند که سال 2012 به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت شدند. همچنین منیر آلدم 23 ساله فردی معلول است و هنگام بازداشت توسط نیروهای امنیتی سعودی شکنجه شده و شنوایی یکی از گوشهایش را به طور کامل از دست داده است در این نامه همچنین آمده است اول جوان حکم این افراد به اتهام اعتراض و بدون ارجاع محکومان به دادگاه عالی عربستان صادر شده و آنچه بر نگرانی ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام می اجرای حکم اعدام چهار فعال شیعه بود که همانند این افراد در ماه جولای جاری از دمام به ریاض انتقال داده شده بودند. رئیس موسسه مؤسسه حقوق بشری در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه محاکمه این افراد در شرایطی ناعادلانه صورت گرفته و قوانین بین المللی نقض شده افزود نیروهای سعودی از این افراد در زیر شکنجه شدید اعتراف گرفتند خانم مایا فوا رئیس مؤسسه حقوق بشر ریپریو در پایان نامه خود ابرازه امیدواری کرد که دولت انگلیس در راستای برانگیختن نگرانی ها درباره اعدام قریب این افراد و محکوم کردن شدید آن با شدیدترین عبارت ها اقدام کند.